کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید اثری از رومن رولان محمود اعتمادزاده زاده به هازین به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد چهارم به سال ماه به ماه شما را در دایره تنگی در باغچهتان در خانهتان در اتاقتان زندانی می کند. آنجا که از عمل بازتان می دارد چه می توان کرد؟ چه ریش خندی؟ وقتی که آن زندگی بزرگ بیرونی شما را در خود فرو می گیرد. وقتی که چندان در آن فرو می روید که دیگر نمی توانید نفس بکشید. این موج زمینی را کجا روان کنی؟ بنویسی؟ موج نمیتوانست از نوک تنگ قلم بچکد. آنت هرگز چندان دستی در نوشتن نداشته بود. مگر به پسرش و به کسانی که دوست می داشت. می بایست چهره ای را که دو چشم آن نامهش را خواهند خواند ببیند. برای خواننده بینام نمی توانست بنویسد. برایش تماس مستقیم با مردم ضرور بود. این تماس اکنون از او دریق داشته میشد. بی حرکت مانده موج درونیش زیر پستانها و در نرمه انگشتانش در تپش بود. موسیقی که مدتی دراز از آن غافل مانده بود و در جرفای تنش به خواب رفته بود، باز یک چند جای نخست را اشغال کرد. این رخنه ای بود که رودخانه در صد جان پدید می آورد. آبشارهای بزرگ. آنت ساعتها در کنار پیانو نشست. و در پیوندهای اسرارآمیز سازشها که امواج زندگی درونی را در جرفای هستی آنجا که در دسترس نگاه واجه ها نیست می گسترانند و اندیشه خود را سرماست داشت گاه به ندرت با همراهی جورج که ویالو نواز خوبی بود برخی ها را تمرین می کرد ولی هر دوشان طبعی مستقل مستقلتر از آن داشتند که بتوانند با هم به خوبی حس کنند و با هم گام بردارند گرایش هر کدامشان بر آن بود که روی اثر نوشته شده بدیه سرایی کنند آن را و ضرب خاص خیش از نو بنویسند. کارشناس موسیقی امکان داشت که این را بر آنان خورده بگیرد ولی کارشناسان به ندرت به معنای توراتی کلمه میشناسند آنان اثر را در بستر خود نمیگیرند موسیقی راستین یک هماغوشی است این هماغوشی باز برای آنت مفرد بود و او از این آخرین فعالیت ازولانی تقریبا ممنوع شد زیرا همچنان که در هر کار خود نیروی بی حسابی در نواختن صرف میکرد و درد خیلی دیر به او هشدار میداد ناچار شد در پیانوی خود را ببندد او که بیشتر به عادت تا به انگیزه ی طبیعت خیش در برابر درد سرسخت بود او از آن کسان نبود که از سر لذت یا غرور یا پرهیزگاری درد را در خود پرورش میدهند یا به می میطلبند او میدانست چگونه با آن راه بیاید آنجا که چاره ای نبود آن را میپذیرفت ولی به هشدارهای آن تن میداد شستی آج خاموش شد ولی بر شستی اندیشه انگشتان آنت باز بهتر دویدند از آن پس روزها و شبهایش در موسیقی مداومی قوتور شد جریان ساعتها موج زمان همچون گستره آبگون یک سمفونی روان بود که در آن حوادث کوچک و بزرگ هیجان های روزانه هم خنده بچه و هم پژواک وحشیانه پیکار توده ها. بیداری بهاره طبیعت و شورش های ستم دیدگان مانند ترکیب نغمگی ها از پی هم می آمد. آنت خود را می دید که سرگرم بافتن یک پرده سوزنکار است. این او نبود که آن را در تصور آورده بود. او نبود که نقشه آن را طرح ریخته بود او نبود که نخهای رنگ رنگ ابریشمین آن را فراهم آورده بود او همچون ماکو و دستی بود که اثر جادویی را می دست کور است و با این همه می در هر بخیه تازهی گرم و لرزان که انگشتانش بر گرتهی که او از پیش در اندیشه خود دارد میافزایند مجموعه نهفته آن هماهنگی را که در کار پدید آمدن است لمس میکند و زیر انگشتانش که فرمان میبرند اثر اندیشیده از پیش زایده میشود. و حلقه حلقه در هر دم گسترش می آبد. همه ی آنچه هست جزی از آن است فاجه ها و توفن های تاریخ رنگ های سرخ و سیاه و زرین آن ولی در آن میان سهم خود او اثر شخصی او کدام بود آیا او چیزی جز یک افزار نبود او به چنین پایه‌ای از وارستگی نرسیده بود تا زمانی که زن زنده است و زن است نیاز بدان دارد که تن یا جان مانند مرغ بر تخم بنشیند و بچه بیاورد حس کند که در دهانی دیگر شیر او و در رگهای دیگر خون اوست که روان است زندگی خود را انتقال دهد با رویای عمل خود پرتو افشانی کند تو همینقدر بسوز هیچ آتشی در شب گم نمی شود آنت از پنجره خود که به فراخی به روی شب تابستان باز بود در این دم ستاره ذات الکرسی را می و با ایمانی مذهبی گفته مصر باستان را باز می چنان کن که من, من ماننده, ماننده صورتهای فلکی شوند ولی او در آرزوی خود فروتنی بیشتری داشت صورتهای فلکی پر دور پر بالاست برایش کافی بود که در محقرترین صورت فلکی همین جهان جا بگیرد آنت بو نمی برد که خود یک صورت فلکی است آنه تنها نبود پهلو به پهلوی او در همان پارچه‌ای که او بافت، کودکش وانیا رویای خود را میتنید تندرست دراز بالا بی هیچ عیب و نقص شادمان پرکار متعادل وانیا گذشته از زندگی روزانش مانند تخم مرغ پر و انباشته بود کشزارها و بیشه و دره های درونی برای خود داشت و آبگیرهایی که پایا به آن را هرگز کس نخواهد شناخت. وانیا به ناگاه در آن قوته میخورد بیان که هیچ کس به آن پی برد و این جورج نبود که با همه جایزه هایی که در شنا داشت میتوانست او را از آنجا بیرون بکشد. جورج زحمت اگر متوجه غیبت وانیا شده بود. با او در گفتگو بود. وانیا دیگر دور بود. وقتی که باز می گشت، جور همان گونه که بیرون رفتن او را توجه نیافته بود، متوجه آمدنش نیز نمیشد، و وانیا او را همچنان در حال سخن گفتن باز می آ. در وسط همان جمله یا یک جمله دیگر اهمیتی نداشت. خندان و سر به هوا به دنباله مطلب گوش میداد. جورج جعبه موسیقی او بود. این گریزها ها در چه لحظاتی صورت می گرفت. عمده ترین آن به هنگام شب بود. روز بس که وانیا با پاها و با اندیشه خود دویده بود همچنان که رخت از تن خواب او را در می بود. مانند خرگوشی که پوست بکنند شلوار کوتاهش را از پاهایش در می آوردند. وانیا در همان حال که دست به جا های خود داشت دیگر در خواب بود و از پهنای تخت خود افتاده بود. درازش می کردند. اندام برهنه و گرده محکم و پرگوشتش را زیر ملافه ها می فرستادن. وانیا هیچ چیز حس نمی کرد. رفته بود. سر و روی بهشتی داشت. آن هم که نگاهش میکرد اهل بهشت بود تا صبح دیگر جنبشی از او به گوش نمیرسید با این همه همراه مرغان باغ درست در آستانه سپیده بیدار میشد تقریبا هر شب هم چند دقیقه شاید پنج شاید هم کمتر از آن ولی او خود امکان داشت تصور کند که یک یا دو ساعت است پروازی معلق در هوا داشت که در آن اندیشش در اشراقی پرشور که با پرت و افشانی روز بس متفاوت بود به ارتعاش در می آمد. این اشراق تا اندازه ای از تابش فسفوری رویاهایی ساخته شده بود که از او تراویده بود و او به هنگام بیرون آمدن از خواب میکوشید تا مزه آن و معنای آن را نشخار کند. و باز آن اشراق در این لحظه ممتاز از خاطره های اسرارآمیز فراموش شده ای نیز ساخته شده بود که بی آنکه او خود متوجه باشد در زندگی کودکانش ثبت شده بود و اینک به سان دود از آن بر میخواست. خردمندی شگرفی برای یک ثانیه در او بیدار میشد تا کلید رمز کسانی را که زندگیش با ایشان پیوستگی داشت در آن خاطره ها باز شناسد پدرش، مادرش، آنت، جورج، ماهواره های او و نیا به بررسی آنان می و گاه به کشفی ممنوع دست می یا گمان میکرد که دست یافته است. گویی بر سینهش می رسی. دیدن بی آنکه خود دیده شود دیدن آنچه نباید دیده شود وانیا انگشتری هزار و یک شب را در انگشت داشت سپس به یک باره باز به خواب می رفت. خوابی عمیق تا آندم که جورج بیدارش می کرد و دیگر هیچ چیز از آنچه به هنگام رازگشایی شبانه بر او گذشته بود به یاد نداشت. با این همه هیچ چیز هیچ چیز آن از دست نرفته بود همه چیز بر دفتر درونیش که نوشتن آن شب به شب ادامه داشت ثبت میشد و در طول روز در لحظاتی دور از انتظار فروغ های ناگهانی از آن سر بر آورد این امر خیلی به ندرت در دقایق استراحت که استراحت کامل بود من به چیزی نمی اندیشم. یا در ساعت درس وانیا با نگاهی خیر مانده رد پای اندیشه ای را دنبال می کند. جز این من چیزی نمی بینم. روی می نمود و بیشتر در گرما گرم فعالیت. در آندم که با ماهیچه های کشیده توپ را پرتاب می کند یا در میان دویدن و نفسش بند میآید. آید. نزدیک است بترکد. و همه چیز غرق روشنایی می شود یا یعنی آنکه وقتی که کون کوچکش در مستراح به کار است گرچه این چیزی نیست که به گفت درآید ولی حال که کاری است کردنی ساعت مسخره است که در آن آواز عقل به ناگاه به گوش برخی از مردان خدا می رسد و دالامبر مردی که نه خدا و نه خداوندگار می شناخ با درید چشمی به خانم لسپناس می گفت که این ناب ترین است که به آدمیان اعطا شده است. دالامبر، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی از بنیانگذاران آن سیکلوپدی 1717 تا 1783 و لسپیناس زنی سخن که نویسندگان آن سیکلوپدی در خانهش گرد می آمدند. 1732 تا 1776 یک چنان سرمش بزرگی به وانیا اجازه میدهند که این دروازه اشراق را باز کند. روح آنجا که خود بخواهد می وزد. وانیا اگر به آن می ای بس که میخندید چه او نیز از سرزمین رابله است نویسنده ی هزال فرانسوی حدود 1494 تا 1553 ولی او چیز دیگری دارد که بیاندیشد، در رویا فرو رفته است تا بدان حد که پس از بازگشتش به صحبت کسانی که روی پاهای خود ایستاده راه می روند به شنیدن آنکه که به او می گوید وانو دوگمه شلوار تو ببند شرم زده یکه می خورد وانیا از عالم هپروت باز می هیچکس هیچ کس نمی داند که او در آنجا چه دیده است ولی آنت حدس می زند که با چیزهای غریبی در آنجا برخورد داشته است کافیست برخوردهای خودش را به یاد آورد. باستاب های آن را آنت در مردمک چشمان بچه بررسی می کند. آن دو یکدیگر را می پاید. چندان چیزی از هم نمی دانند. زمان بسترازی آنان را از هم دور می دارد. ولی یکدیگر را به مهربانی بو می مانند دو جانور از یک نژاد. بینیشان بر پوست یکدیگر همان بو همان بوی خوش رویای یک خون را میشنود وانیا پس از آنکه با جورج خود خوب دویده بازی کرده کشتی گرفته فریاد کشیده است می آید و در پای آنت می نشیند و اش را بر ران مادر بزرگ تکیه می دهد و بی آنکه چیزی بگوید نگاهش می کند و در این میان آشوب خونش آرام می گیرد. دست آنت چهره ی حیوانک آشنا را نوازش می دهد. سپس ناگهان حیوانک به صدای بلند می اندیشد. مانی او از مامان و آنت برای کاربرد خود واجه درست کرده است. پر زمان است که تو زنده ای. نمیپرسد تأیید پرسد. می کند. با این همه آنت پاسخ می دهد. دیگر نمیدانم. پر زمان باشد یا کم از آنجایی که حالا من هستم هر دو یکیست تو خودت وقتی که به اینجا برسی خواهی دید اما وانیا گوش نمیده اندیشه خود را دنبال میکند مانی وانی چی کار کردی تو که خیلی پیش از این نمردی؟ به گمانت من پر ماندم اوه نه نه ولی بابا مرده بابات میبایست پس از من هم زنده باشه کشتندش خب تو چی؟ این چیزی نیست که نصیب هر کسی باشه خیلی ها هستن که آرام و آسوده زندگی میکنن بله دیگران ولی نه ما ما کی باشیم؟ ما؟ چانه وانیا بر زانوان آنت است و آن را در آن فرو میبرد. همچنان که ترقه کوچکی در تنه درخت. می بگویی تو؟ مگه تو میدونی چه بر سرت خواهد اومد؟ وانیا به آسودگی می گوید. آه من هم مثل بابا کشته خواهم شد. چه حرفها؟ دلیل نمیشه چرا؟ برای اینکه من میرم انقلاب بکنم کجا؟ در فرانسه؟ نه در فرانسه نه اینجا مردم پر پیر هستن در آمریکا نه بابا ما در زمان خودمون اونجا میرفتیم که کلاه سرخ ها رو شکار کنی تو مگه به شکار دیگه ای فکر میکنی؟ خب پسر جا کجا؟ کدوم آمریکا؟ آمریکا بزرگه شمالش جنوبش برای من فرق نمیکنه انقلاب مگه نه باید اون رو در همه جای دنیا کرد از همه آخرتر هم فرانسه فرانسه ی پیر بیچاره اما تو هم خوب دیوونه ای این رنگ سرخ رو مامان توی که به تو زده آه تو خودت هم من؟ من سرخم؟ تو، از تو سرخی چه نگاه تیزی داری تو کی به تو اجازه میده که تو را ببینی؟ خودم به خودم اجازه میدم خنده داره؟ برات من خنده دارم؟ ما برات خنده داریم؟ زندگی رو تو خنده دار میبینی؟ روده برم میکنه پس برای چی حرف از مردن میزنی مردن نه کشته شدن هر دو یکیه نه خودت خوب میدونی من هیچی نمیدونم میدونی مردن وقتیه که باید انتظار کشی حوصله یادم سر میره ولی کشته شدن جالبه بازی جدیه هرچی جدی تر باشه تفریحش بیشتره بچه کپور به کپور ماهی درس میده راست میگی تو کپور نیستی غزلالایی برای چی؟ درسته که غزه لالا از رودخونه ها سربالایی میره؟ درسته وقتی هم که سر راهش سدی باشه از روی اون جست میزنه؟ همچی چیزی میگن تو خودت جست زدی؟ پس چی؟ وقتی که تو جست میزدی من تو شکمت بودم؟ اسرار زادن برایش وجود ندارد. آها آه اون تو بودی. پس راهی که تو رفتی لازم نیست که من همون راه رو برم. این هم درسته. من تو تنبل رو از تکه بزرگی از راه معاف کردم. بله ولی وقتی که تو بمیری من باز ادامه میدم بله ادامه میدی برای من جست بزن بچه قزلالا هر کسی به نوبه خودش آنت میخندی ولی در ته دل منقلب شده سرفراز و آشفته بود او نخواهد مرد و نه همچنین مارک او آنان ادامه می‌یافت این مزه نمک این بوی جلبک دریایی را باز می شنا. سراسر زندگیش از باد هستی جاوید بدان آغشته شده بود این بهترین چیزی بود که آن دریافت کرده بود آن را باز پس می دا. زاد و رودش را به آن آغشته بود زاد و رودش که این پسرک همه صورت فلکیش آنت فرزندان دیگری داشت. از همه نزدیکتر همیشه کسانی نیستند که همان خون در رگهایشان روان است. آنت دختر آمریکایی خود را از یاد نمی برد و آسیا از یاد نمی برد. هرچند که میان نامه هایش فاصله می افتاد و آن نامه ها کمتر اطلاعی از زندگی او میداد. یا کوتاه و شتابا میز بود یا چیزی جز جوشش سوداها نبود. اشاره بسیار کمی به واقعات میکرد. آسیا را فعالیتش و تب آمریکاییش به خود گرفته بود. آن تب خشک و حساب شده، آن فشار مفرت اعصاب و اراده که همچون باد و بوران در حواس در می و به قوت ارزا می جولیان داوی که در سفرهای خود برای ایراد سخنرانی در کشورهای متحد آمریکا به او برخورده بود از نفوذی که آسیا توانسته بود در برخی محافل رهبری کننده ی سیاست و پول به دست آورد حیرت کرده بود ابتدا به زحمت توانسته بود او را بشناسد آسیا فربه شده بود در سالن‌ها در دیدهاش همچون ماده گربه زیبا و خوش زرق و برقی آمده بود که با گام های نرم راه می رفت و در بی تفاوتی کرخ می شد. ولی همین که با هم تنها می ماندند، تناسانی او در دم از میان رفت و همچون می نمود که فربهیش نیز آب می شود. گونه ها فرو می رود، لبها نازک می شود و از مردمک های نبازشگر چشم فروغ های پولادین ساته می شود. پنداری که سودای پیکار میخوردش. آسیا در غرب آمریکا به پیکارهای خطرناکی در راه بینون ملل سوسیالیست کارگری و برای دفاع از کمونیسم که مورد تعقیب و آزار است دست میزند. او بیان که از خطرها پروا کند شوهر و دوستان شوهر خود را به این میدان میکشاند. آسیا در پیرامون خود گروهی از جوانان برگزیده آمریکایی را گرد آورده است. دانشگاهیان، مهندسان، نویسندگان، صاحبان آزاداندیش املاک پهناوری که از آن به سود بنیادهای اجتماعی بهره برداری می کنند. مردمی ثروتمند یا تنگ دست و بیشترشان از آن نژاد نیو انگلند پاک و راست کردار و بیباک اندکی ساده دل که ما نمونه های زیبایی از آن می شناسیم. این شادابی روح که اندکی کهنه و منسوخ می نماید، اما شادی عمل و دلیری بر کنار از سازشکاری جوانش می دارد، مایه لبخند آسیا می شود. ولی او ارزش آن را می داند و دوستشان دارد. روابطش با آنان در کل رابطه خواهری است که دوستش دارند و تحسینش می کنند. آنان نمی توانند به یکدیگر حسد ببرند. آسیا به یک اندازه از آن همشان است و شوهرش فقط یکی از ایشان است به سال بزرگتر. آسیا آنچه که از دستش برایت می کند تا عواطفی در دالود در ایشان بیدار نشود. و اگر گاه برایش دشوار است که در برابر آن فشارهای شدید و ناگهانی که از جرفای سرشتش به در می جهند از خود دفاع کند، میدانی جز در بیرون این محفل برادرانه به دانها نمی دهند. چند روز یا چند هفته ای از محفل می زد و هیچ یک از آن گروه در پی آن بر نمی آید که بداند او کجاست. شوهرش نیاز او را به آنکه تنها در جایی منزوی شود و حق داشته باشد که به میل خود رفتار کند میپذیرد او این حق را یک بار برای همیشه در گفتگویی جدی برایش به رسمیت شناخته است و این پیمانی است که میان دوتاشان بسته شده و با آن راست پیمانی بهترین افراد آنگلوساکسون که مردم نژاد لاتن به اشتباه آن را به خونسردی نسبت میدهند چه آن گرمای اعتماد را که یک بار برای همیشه ارزانی شده است در آن نمی بینند، هرگز در صدت بر نمی آید که از پیمان عدول کند. خود را از وارسی زندگی نهفته همسرش ممنوع می دارد. آسیا هم این اعتماد را موجه می سازد. او گریزها و ردنهان کردنهای خود را صرف آن می کند که بار دیگر در خود تمرکز یابد و خود را از نو در دست بگیرد. آن هم خواه با قوت زدنهای فراموشی در جایی دور افتاده، مثلا یک دوره مداوا در آسایشگاه، خواه با فرسوده کردن دیوهای دیرینه خود در خستگی های ازولانی و راه پیمایی در ها و جنگل ها. این که اینجا و آنجا به ناگاه در برخوردی تصادفی شیطان در این میان لغمه ای برو باید چیزی که مردم بدخواه ادعا می کنند من چیزی از آن نمیدانم در هر حال او خود آن را نمیخواهد از وسوسه آن پرهیز می کند. ولی اگر هم چون این چیزی بوده باشد آسیا پشیمانی یا حسرت آن را به دنبال خود نمی کشد. این همه در کنار یگان عواطف بزرگ و مقدس بسیار کم به حساب می آید. آسیا خاطره آن را می زداید. به سوی دوستان خود و شوهر خود باز می آید. همچون دفتری تازه برگ قبلی کنده شده است و آسیا دفتر حساب خود را درست از جایی که وا گذاشته بود از سر می گیرد. و بیش از هر زمان به خانه که همه گروه را در بر می گیرد و به امر مشترکی که به هم پیوندشان میدهد دلبسته است. اینکه مردم در پی بدنام کردنشان باشند، او و آنها اعتنایی به آن ندارند. آنان در همه جنبش های بزرگ اعتراض بر ضد ستمکاری های قانون و حکومت آمریکا شرکت دارند. برای نجات ساکو و وانزتی برای بیرون کشیدن تام از زندان دیوانوار کشیدن. از این سر تا آن سر کشورهای متحد آمریکا آنان مراقبند و از تعدیها و جنایات در برابر افکار عمومی جهان پرده بر می دارن. آنان با دشمنی های ای از جانب چماغداران چاق و کشان رسمی و نقاب پوش دستگاه راهزنی سرمایهداری و خراف پرستی حیوانی سر و کار دارند. به چندین تن از این جوان مردان وحشیانه حجوم بردند کتکشان زده در غیر و در پر مرغ قلتانده لگد مالشان کرده اند. چه بسا که این یا آن یک از ایشان جان خود را در این راه بگذارد و با شکنجه کشته و مسله شود. زن روسی با خطرهای کمتری روبرو نیست. واعظان کوکلوس کلان او را همچون ماده ابلیسی معرفی می کنند که مردم وظیفه دارند به آتش در اندازند. کوکلوس کلان جمعیت سری نجات پرست و بسیار ارتجاعی در آمریکا که پس از جنگ داخلی در سال 1866 تأسیس شد. ولی دوستانش در پیرامون او نگهبانانی هستند با چشم همیشه باز و او همچنین از پشتیبانی برخی اشخاص بلند پایه برخوردار است که در پی خودنمایی یا در پی شناساندن خود نیستند ولی آسیا می و آنان نیز در نهان برای دفاع از او دستن در کارند حتی در میان مقامهای رسمی مردان روشنبینی هستند که به فعالیت دور از غرض این اتحادیه کوچک بهترین مردم آمریکا ارج می نهند و با برخی اعضای آن دوستی دارند با این همه پس از فراز و های گوناگون که آن چیزی از آن نخواهد دانست آسیا خود را ناگزیر از ترک کشورهای متحد آمریکا می‌بیند شوهرش که او دو با بار شغل و موقعیتش را به باد داده است و گله ای از آن ندارد شوهرش که او را تحسین می‌کند می‌باید دو سه بار به عنوان مهندس میدانهای دیگری در مکزیک و سپس در بولیوی و پرو برای فعالیت خود بجوید. آسیا به دنبال او می رود و هر جا که می گذرد زیر پایش به زودی کانون آشوب تازهی روشن می شود. رهایی بومیان سرخپوست آمریکا اکنون سودایی در او پدید آورده است. آسیا در پی آن است که این امر را با جنبش های بزرگ رهایی آسیایی که اتحادیه ضد امپریالیستی در کار تدارک آن است پیوند دهد آسیا کوه های آند را زیر پا می گذارد گاه گاه می بینندش که خسته و فرسوده در سالن های سان فرانسیسکو یا در مهمان خانه های بزرگ شانگهای توش و توانی می گیرد و فربهی خود را باز می آبد. حتی برخی مدعی هند که او را در قطار سرتاسری سیبری دیده اند. آسیا تماسهای خود را با موسکو از سر گرفته است. در این زندگی جنبش مداوم آسیا باز فرصت یافته است که دو فرزند برای شوهر خود بیاورد. یک پسر بچه که ناگهان آسیا حوست می کند او را نزد آنت بیاورد و بچه در آن زمان پنج یا شش ساله است و یک دختر که برای چون این مسافرتی هنوز پر کوچک است در سفر آینده همراه او خواهد بود دوری چند ساله گویی برای آسیا وجود نداشته است هنگامی که بار دیگر جاده ای را که به خانه واقع در حاشیه جنگل مدون می رود در پیش می گیرد به نظرش می رسد که همین دیروز به آنجا آمده است آسیا هیچ چیز را از یاد نمی برد. حافظش سه چهار کشو دارد که روی هم سوار شده است و او به اختیار خیش آنها را باز می کند یا میبندد. بندد. عمیق ترین، نهفته ترینشان است که, که در آن مارکو آنترا آنت را نگه می دارد. آسیا تنها دورا دور بازش می کند. بیشتر هم در آن دورانهای گریز که از محفل دوستان آمریکایی خود ناپدید می شود. زیرا بویی که از آن صندوقچه برمی آید پر قوی است. آسیا نفسش می گیرد. مارک تنها در خانه دور افتاده در نزدیکی گسکو شهری در پرو در کوههای آند یا در یک اتاق مهمان خانه چینی در حالی که روی تخت خواب یا روی حسیری پهن شده است ساعتها و ساعتها خاطرات خود را از نو فرو می دهد. آنقدر که از لذت تلخ و از درد آن از حال برود. روزها و روزها آسیا میان سرکه و گیاهان خوشبو خیسانده می شود. نه، او این تجمل را نمی تواند بر خود ارزانی دارد که در گرم گرم عمل سرگرم چنین آشوبی باشد. صندوق چه؟ همان بهتر که بسته بماند وقتی که آن را به مدون میآورد تا انگشتان آنت بازش کند آشوب آرام میگیرد و صافی میگردد تلخ کامی به شیرینی بدل می شود. اینک روزهای گذشته بی هیچ زخم دیدگی از نو زنده می شود. آنان با روزهای تازه با زندگی نو ساخته که جوانه میزند تا کشاکش نمیافتند آنت به آن مردک سرخ موی آمریکایی با آن گونه گوشتالو لبخند میزند و بچه که با سر و روی جدی در او خیره مانده است او را خانوم خطاب می کند. آنت چانه بچه را میان دو انگشت می فشارد. گرگ بچه سرخ موی من. باید گفت مادر بزرگ مگر نمیدونی که این دختر گنده دختر منه ولی وقتی که والدو گرگ بچه سرخ مو رو در رو در برابر وانیا قرار میگیرد پسرها با نگاهی عبوس به یکدیگر چشم میدوزند والدو ابروها را در هم می کند و این برادر ناتنی را که دو برابر او سن دارد از سر تا پا با بیاعتمادی وارسی میکند کند. پیشانیش چین بر می دارد. تلاش می کند که بفهمد. اما توفیق نمی آبد. وانیا فهمیده است. میداند که رفتارش با فرزندان مادر چه باید باشد. همان لبخند کمی بزرگ خود را دارد که به هر حال مهربان هم هست. لبخندی که بارها مادرش از آن احساس خاری کرده است و اکنون آن پسر بچه را نیست کنف می دارد وانیا وظیفه خود می شمارد که مهربان باشد و همه جای خانه را به پسرک نشان بدهد کم مانده است که خواسته باشد مادر خود را به والدو معرفی کند زیرا این مادر از آن اوست و اگر دلش بخواهد به خود اختصاصش می دهد. او پسر بزرگتر است ولی راضی می شود که مادر را به پسرک قرض بدهد و حتی وانمود می کند که دلبستگی خاصی به او ندارد من از او چشم پوشیده دروغ است مادرش همواره وانیا را به خود مشغول داشته است ولی هیچ کس چیزی از آن نخواهد دانست والدو کینه شدیدی از او به دل می گیرد مشتهایش درون جیب بیتابند سرانجام هم به قوت از آن به در می آین. سر پیچ خیابانی در جنگل جایی که دیگر هیچ نگاهی نمی تواند دنبالشان کند پسرک سرخ مو بی هیچ بهانه‌ای به پسر بزرگتر حجوم می آورد و با مشتهای سخت و پرخشم خود بر او می تاپ 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 سینه وانیا که تاب مشتهای او را می آورد درست در مهازات بینی اوست وانو که روی یک پا ایستاده بود نزدیک است که بیفتد به خود میآید و حیرت زده آن قوچ کوچک را میگیرد و نگه میدارد و این یک اکنون با سر به شکمش میزند و چون وانیا خم می شود که از او بازخواست کند سر کوچک سرخمو مانند چککشی بلند می شود و به بینی وانیا می خورد. این بار وانو به خشم میافتد و او را در چنگ میگیرد والدو بیهوده با هر چهار دست و پای خود پیچ و تاب میخورد وانیا در دو حرکت او را دراز روی جاده میخواباند و موجهای او را با دو دست خود گرفته دور از هم نگه میدارد و زانوهای او را با نشستن روی آنها بی حرکت می کند. به آن سوس که به پشت میخکوب شده نگاه می دوزد. سخت خشمگین است. نامردانه بر خلاف قاعده و قانون به او حمله شده است ولی همین که چهره پرکک و و افسرده پسرک مغلوب را میبیند که به وضع طرح پلک بر هم میزند تا بر شرم ساری خود اعتراف نکند قاه قاه به خنده میافتد و زبانش را برای او بیرون میآورد خندهاش حریف را یک سر از پا در میآورد اشک از چشمان بچه روان می شود. وانیا خود را به گردن او می اندازد و اینک هر دو با هم گاه زیر و گاه رو میان جاده می غلطن. با همه پهنای دهانشان یکدیگر را می بوسند و والدو که همچنان می گرید در این کار همان شور دیوانوار را نشان می دهد که هنگامی که بر سینه وانیا مشت می زد. وانیا پدرانه بینی او را میگیرد و این برای آن مردک که خود را از اینکه گریسته است رسوا میشمارد اهانتی دیگر است ولی دیگر کارش از شرمندگی گذشته است و این اهانت از آن دستها تا هر که خواهد برایش دلیلی بیارد بر او شیرین است وانیا به دیدن آنکه او گونه های خیص خود را با انگشتان خاکالود خشک می کند به او میگوید. گوید مواظب باش اون دونه های کوچک و قشنگ سرخی رو که روی بینید نشوندن پاک می کنی. هر دوشان قاه قاه بینی وانیا خونین است ولی در بازگشت به خانه وانیا با بزرگواری میگوید که به هنگام دویدن به جایی برخورده است والدو شب مدتی دراز بیدار میماند با شوری سودایی به وانیا میاندیشد دو بچه پس از آنکه باز اقیانوس از هم جداشان می کند، نامه هایی با هم مبادله می کند. ولی قلم والدو در بیان آنچه قلبش را گرم می دارد، مانند زبانش نارساست. و قلم وانیا که مانند زبانش چالاک است، حس می کند که در این بازی نیروها بیش از آن نابرابر است که بخواهد زورازمایی کند. همچنان که به هنگام میخکوب داشتن آن سوسک زیر مشتهای خود ریش خندش میکرد. پسر بزرگتر زبان خود را برای کوچکتر بیرون میآورد. میانشان گفت و شنود ممکن نیست. در عوض فریادهای جن. هو هو والدو هویو تویو دو تایمون برادر همراه هستمیم دفعه دیگه که هم دیگر رو ببینیم من خون تو رو میخورم و تو هم خون منو میخوری بعد با هم به جنگ میریم این تعهد در دیده ی والدو بازی نیست نمیداند که جنگ کدام جنگ خواهد بود ولی میداند که جنگ وانیا جنگ خود او خواهد بود و آسیا در دل شب به مارک میگوید حالا میبینی دیگه از من دلتنگ نباش یه بچه گرگ دیگه برات درست کردم آسیا از بازدید خود به مدون صافی شده باز می آید. هر قدر هم که آنت کم سخن گفته باشد، آسیا پس از آنکه آنت او را دید بهتر در خود می بیند. همه ی وقت به شنیدن سخنان آسیا گذشته است و او پس از آن خود را به تلخی سرزنش می کند. در راه پیمایی های نفسگیر و در تقیان های تبالودش از آن همه رفتن به چپ و راست بار دیگر جهت و امتداد راه را پیدا می کند. در چشمان آنت انقلاب همان حالت نگاه آنت را به خود می گیرد. آن مردمک های فراخ که با آرامش به روی رفتار ناگزیر سرنوشت باز می شود. آن یقین بی دقدقه که از پرچین افق و آن خطوط نامنظم پیکارهای امروزینش در می گذرد. از خلال آن آدمی فراسوی مسیری را که هرگز رو به نشیب نخواهد گذاشت هم همه جاوید مد کیهانی را که هرگز واپس نمی نشیند قانون جهانهای رونده را که سرگیجه گردبادهای گذرا در آن آرام میگیرد درک میکند ولی آنت آخرین کسی بود که آنچه را که در چشمان خود داشت بشناسد. آدمی از دریچه ی چشم دیگران میبیند و آنان او را میبیند و جز از راه انعکاس نمیتوان خود را شنا. آنت بر آتشدان خود جز با آتشهایی که برافروخته بود آگاهی نیا. زن پیر تنها و بیوه مانده از پسر خیش باروری خود را کشف میکرد. در آن روزها وجود نسل دیگری گرچه در دالود تر بر او آشکار شد. برنادت به دیدارش آمد. مناسبات این دو زن همیشه سرد و دور بود. آمیزششان با هم یک چند فقط به خاطر سیلوی بود و از هنگام کدورت سیلوی با دختر خانده خود دیگر در پی آن برنیامده بودند که یکدیگر را ببینند. اگر از آن کدورت چیزی از اندوه یا دلتنگی به برناد دست داده بود از آن چیزی ظاهر نکرده بود نفوذ ناپذیری را هم تا به جایی رساند که پس از مرگ سیلوی حتی یک کلمه تسلیت برای آنت ننوشت آنت این را فراموش نکرده بود بیان که دانسته باشد که میان این زن و پسرش چه روی داده است بیزاری نهفته ای نسبت به برنادت داشت. اما از سوی خود، برنادت هرگز کمترین ای به آنت نشان نداده بود. حتی در روابطش با مارک، آنت از سر راهش بر کنار مانده بود. آنت نمی توانست برایش مفید افتد. این دختر خونسرد و حسابگر، حتی در دیوانگی های شکم یا مغز خود، آنچرا که نمی توانست به هیچ کاری بزند، به هیچ می پس امروز برای چه آمده است دو زن در حضور یکدیگران آنت به ظاهر همچون مخمل ولی زبر امکان دارد که چشم به اشتباه بیفتد اما نه انگشتان یک زن خود را به ادب ناگزیر کسی که در خانه خود پذیرایی میکند مجبور میدارد ولی در همان حال که سخنان خوش آمد می گوید بینیش مهمان ناخوانده را به دشمنی بو می کشد. آنان مدت درازی خشک و سرد نمیمانند. برنادت تنها نیامده است. نگاه آنت که بی آنکه که به نظر آید زیر و بالای زن را در نوردیده است به دخترکی که همراه اوست بر می خورد و همانجا میخکوب می, می ماند. برنادت لاغر و دراز که چشمان تیز و نافذ و گریزان راسوارش به کمترین حرکات میزبان دوخته است در همان حال که خوش توهی از معنا بر زبان می آورد در کمین آن نگاه است که در تله افتاده است و پلکایش تند به هم می خورد. درست شد. تیر به هدف نشست. دخترک که هشت نه سالی دارد تصویر روتوش کرده یه بچه دیگری است که دیگر کسی در جهان به او نمی اندیشد. مگر همین پیرزن که نگاه می کند. زیرا او یگانه کسی است که او را دیده است. دخترک همان مردمک های متحرک و تبداره آن دیگری را دارد. همان چهره بیزبی لاغر و ظریف همان پیشانی و استخانی و همان رنگ پریدگی و سر و مسمم از آن هم بیشتر حتی رختی که پوشیده است آن یک را به یاد می آورد آن یقه بزرگ ملوانی آن نیمتنه آبی با دگمه های په و آن موهای بلند و صاف بناپارت در بچگی چگونه توانستهاند اند سازیش کنند چگونه این زن بیباکی آن داشته است که بر این یادگار مقدس دست بگذارد یک عکس بچگی زرد و فرسوده شده که گذشته از آنت سیلوی یگانه کسی بود که نسخه از آن داشت ولی بدترین گستاخی همان انگاره چهره و مو و یقب و رخت نیست آن موجودی است که درون آنها جای دارد کی و چگونه آن را از من دزدیده است آن دوزان از گفتگوی تندی که میان اندیشه هاشان جریان دارد یک کلمه را بر زبان نمی آورن. از کجا برداشتیش؟ به جا میاریش؟ نه نه دروغ است راست است ولی آنت با صدایی آسوده که اندکی می لرزد مارسل کوچولو را زیرا زن بی شرم امضای مارک را در پای کار نهاده است مارسل و مارک در زبان فرانسه هم ریشند و منظور آن است که برنادت نام مارک را بر دختر نهاده است. آنت مارسل کوچولو را به سوی زانوان خود میکشاند و همچنان که در گفت و شنوده است موهای دخترک را نوازش میدهد. دهد. آنگاه پس گردن او را به عقب میکشد و نگاه حریسش را در این آینه پسر در گذشته قوتور میکند نزدیک است که دخترک را در آغوش بگیرد اما بر خود فشار می آورد و او را به تندی کنار میزند به مادر میگوید ببریدش و به بهانه خستگی از جا برمیخیزد برنادت مرخص می شود خوب میداند که آنت او را باز خواهد خواند همان فردای آن روز آنت نامه ای برایش می نویسد اما برای فرستادن آن سه هفته منتظر میماند و نامه که چندین بار در آن دست برده است دیگر چیزی جز یک دعوت معدبانه نیست تا بچه را در یکی از روزهای خوش تابستان نزد او بیاورد وانیا و مارسل با هم آشنا میشوند با یکدیگر کم حرف میزنند وانیا در حضور دخترک اطمینان و پرگویی خود را از دست میدهد خواه از روبرو و خواه از پهلو مدام یکدیگر را نگاه میکنند دخترک زود متوجه می شود که علاقه پسر را به خود جلب کرده است وانیا گاه از این علاقه مندی بی حسله می شود و با دختر درشتی می کند. ولی او از آن تشویشی به خود راه نمی دهد. از آن دو کودک خشنتر آن نیست که خشونت نشان می دهد. دختر با خونسردی ارادی منتظر پوزش خواهی وانیا میماند که به صورت هدیه های کوچک و چاپلوسی های گاه دلانگیز و گاه چرند و مسخره بیان می شود و او آن همه را چنان میپذیرد که گویی طلب کار بوده است. از اینکه که بگذریم، مارسل نه اشوگری از خود نشان میدهد نه خودپسندی و برخلاف مادرش در مهمانی، گفتارش هیچ رنگ تکلف ندارد. کم، اما سریح و پوسکنده حرف میزند. نوعی زمختی در اوست. این مزه ترشک نارست دندانهای وانیا را کند می کند و مجزوبش میدارد. این آن ماده غذایی است که کم داشت. آنت که نگاهشان می کند و با هم می سنجد از آن در شگفت است که خون مارک بیشتر در رگهای آبی رنگ دختر جریان دارد اما در رگهای وانیا بیشتر خون خود اوست که در گردش است. برنادت راز خود را حتی یک بار در میان نمیگذارد و آنت نیز آن را از او جویا نمی شود. پیوسته چنان گفتگو می کنند که گویی در مهمانی هند. در دوستی و یگانگی را آنت حتی نیمه باز نمیگذارد. فاصله را با این زن حفظ می کند. برنادت هم کوششی نمی کند که به درون آید. ولی پس برای چه آمده است؟ چه انگیزه هایی او را بران داشته است؟ در سرشتی چون این بقرنج، گفتن آن که از خوبی و بدی چه چیز در او غلبه دارد آسان نیست. بد و خوب در او به هم آمیخته است اما با دست کارازموده یک زن پاریسی که همیشه میداند چگونه بینظمی را به سود خیش زیر نظم آورد در زندگی زناشویی و, و در داد و ستد برنادت حسابهای خود را به درستی نگه میدارد زناشویی نیز داد و ستد است و این داد و ستد برای هیچ یک از دو طرف زیان بخش نبوده است خانه‌ی مرتب، در آمدی فزاینده با هزینه متعادل با سفارش های عمده صنایع کارخانهشان موتورهایی برای اتومبیل و هواپیما می سازد. چهار بچه تندرست و نوار دو دنو به جا برای به دست آوردن این ترشه و آراستن سینه شوهر بدان وجود زن بیفایده نبوده است. و اما بچه ها جای گله ای از آن برای شوهر نمیتواند باشد. به شمار دست کم یکی بیشتر از آنند که حق اوست. از انصاف نگذریم. از آن شبی که با مارک گذشت و پس از آن که رودخانه به بستر خود بازگشت به نظر نمیرسد که دیگر حوث بیرون آمدن از آن کرده باشد. برنادت در خانه آنچه را که به آن نیازمند است دارد. تفریحاتی اندک. نه شوهرش پروای آن دارد و نه خود او آنچه به خود مشغولشان میدارد و آرزوشان را برمیآورد آن است که ببینند رقم درآمدشان بالا می رود. آن هم نه برای سرمایه اندوختن یا برای بهرهمند شدن از آن بلکه همینقدر که امروز از دیروز فراتر برود و فردا از امروز درگذرد لذتی مانند آنچه در مسابقات اتومبیل رانی دست میدهد سودای سرعت شتابنده ولی گرفتاری های خرابی موتور در بیابان هست و در آن جای خود ستایی نیست برنادت در یکی از این گرفتاری ها که زیر اتومبیل میان گرد و خاک چرب سرگرم تعمیر موتور خود بود در سایه گرم خاطره به آن هماغوشی یک شبه دست یافت که در آن وسواس خشک و تبالود زمان دختریش به کام دل رسید و این از همه بابت یگان شادی کامل زندگیش بود و هست جان و تنش به مقصود رسیدن هرچه باشد جان و تن و مقصود برای یک بار هر سه به هم پیوستهاند این است آنچه پیروزی نام میدهند و پیروزی نمورده است مارسل زنده است یک روز فرا می رسد که زن برای آنکه از پیروزی بهتر برخوردار شود برای آنکه شاید از آن در برابر شک دفاع کند نیاز بدان دارد که آن را در یگان چشمانی که می توانند سنگ محکش باشند ببیند من آیا پیروز شده ام آیا زیستم چشمان آنت دیده اندو سخن گفته هم. قلب برنادت آن قلب نفوذناپذیر ناپذیر غرق شادی شده است چنان است که گویی مارک را یک بار دیگر به دست آورده است برنادت او را از مادر از زن و از پسرش میگیرد من او را گرفتم من او را دارم برنادت با خوشنودی مبارز جویانهی مارسل را به نمایش میگذارد از این خوشنودی واپس زده دخترک بهرهمند می شود. ولی گاه نیز مارسل سپر بلایی است که کینه های دیرینه بر ضد آن دیگری کینه ای که تلخی باز جویده آن بار دیگر به دهن می آید، بر سرش ریخته می شود. مارسل دختری نیست که از آن جا بخورد خواه با او تندی کنند و خواه نازش بدهند برای خود اندیشه هایی دارد و آنها را نگه می دارد. مانند مادر خود پوست روحش نفوذ ناپذیر است آنچه در درون اوست برای خواندنش میباید آنت بود که با الفبای آن آشنایی دارد این همان الفبای تبل نواز خورد سال و رمید خوی آرکول مارک در کودکی است آن جان سرسخت و مغرور که آشوبها و مهربانی های خود را پنهان می دارد. نمیخواهد پیش از آنکه چند و چونش را بر خود روشن کرده باشد از آن به کسی حساب پس بدهد و به آنچه دوست می دارد. بیش از آنچه خارش می شمارد و یا دشمن می دارد بدگمان است. زیرا آنچه را که دشمن دارد یا خار می شمارد داوری کرده است. و از این روست که مارسل به آنت بدگمان است و بدگمانیش انگیزه است که او را مانند آهن و آهن رو با نزد خانم پیر می آورد. گاه دخترک همبازی خود را آنجا می کارد و در اسنایی که وانیا در باغ پی او می گردد به اتاقی که آنت در آن سرگرم چیز خواندن است می آید و بی صدا می نشیند. کفلهای خود را بالای صندلی جا داده راست در چند قدمی آنت نشسته بی گفتگو چشم به او می دوزد. اگر آنت سخنی با او بگوید جز به آری و نه پاسخ نمیدهد. آنت میفهمد این خاموشی های لجوجانه را او شناخته است. این گفتگوهای بی زبان دو نفره و این نگاه اولیور تویست خورد سال نزد دزدان که از میان میله ها به درون می خزد تا قلبش را بدزدد. اولیور تویست قهرمان داستانی از چارلز دیکنز. آنت خود را به ندیدن می زند. خنده بر لب می آورد و این لبخند آن زاخچه دوز را خبردار می کند که مچش گیر افتاده است. پرها راست ایستاده نک آماده پرخاش و چشم خشمنا خود را عقب می کشد. آن وقت آنت یک سر به خنده در می آید و می رود و می بوستش. انگار یک تکه یخ است که در دست میگیرد، ولی یخ آب می شود و هنگامی که آنت در گوش او زمزمه می کند دخترک ناغلا من که می بینمت تو رو من گرفتم تو هم پیشبند منو گرفتی از ما دوتا کی باید سواری بده؟ آنت زیر انگشتان خود حس می کند که آن پیکر کوچک راست مانده خود را به او رها می کند خنده خفه ای از او می شنود. نرمه گوش او را به نرمی گاز میگیرد و به او می گوید. با هم دوست هستی. مارسل خود را به گردن او می زد و بی آنکه نگاهش کند در گوشه کوچکی زیر گوش او شتاب زده زمزمه می کند. آها مارسل بازی نمی کند. است که میبندد. در این سر چه می این دختره که زمو که خدا میداند از چه خود را در خانه خود بیگانه حس می کند مانند چلچله به تیرهای کهنه پارساله که باز می شناسد به گردن آنت می چسبد و در قلب پیر او لانه خود لانه پدرش را باز می آبد. این بوی اوست آنت به هنگام شب با چشم باز به رویا فرو می رود. خود را مادر بزرگ سه و بلکه با حساب آوردن جورج چهار خانواده می بیند و او این جوجه های چهارگانه را که یکی هستند و گونگونند در گرمای پرهای خود پناه می دهد. و در پی آن نیست که میان این پرندگان آنها را که قانون یا پاک دامنی مجاز می دارد از دیگران تمیز دهد. همهشان از او بیرون آمده اند و همان نیرویی که او را به حرکت می کشاند همه آنها را از چپ و راست در آسمان بزرگ به سوی همان هدفی که تیر خود او به آن نخواهد رسید پرتاب خواهد کرد